اما من میخوام از رئیس دستگاه قضا مؤکداً درخواست کنم ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر مهلت رئیس دستگاه قضا تمام شد. قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه. شما نماینده بودید، خب آقای احمدی نژاد خیلی تلاش کرد که آقای لاریجانی بشه رئیس مجلس. آره من تعجبم کردم که چطور آقای احمدی نژاد به ایشون چیز شده. بعد چطور شد این رابطه مجلس هشتم و دولت نهم، بعد مجلس نهم و دولت، انقدر تیر و تار شد رسید به یک شنبه سیاه مجلس و اینها؟ اینو باید از خود آقای احمدی نژاد و از خود آقای لاریجانی پرسید. این دو تا این کار اینطور بود، نباید می‌کردن اینطور. هم ناراحت چقدر تو جامعه و زندگی مردم اثر میگذاره و خود مقام ولایت فقیه چقدر آزرده میشه. اینا رو همه رو بگذارید چنان. من رفتم برای سالگرد آقای یحیی‌زاده امام جمعه تفت. من اون روزی که به اون یک شنبه سیاهیشونم که تو مجلس بود دیدم، اگه من تقریبا جان سالم بدر ببرم بعید هست و سکتش همون موقع. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق. نمی شود انسان اگر یه فردی که متهم به فساد هست به خاطر او دیگران را انسان متهم بکند. اگر حتی ثابت هم می شد، چه برسه به این که ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه ای نشده. اصل 37 قانون اساسی میگه که اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اصل 36 هم میگه که محکوم کردن و مجازات افراد و اجرای مجازات فقط باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشد. قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان، یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. معلومه که ایشون از عدالت ساقط. اصل 37 قانون اساسی میگه که اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شد. دنبال این است که این عوامل اقتدار ملی رو که من عرض کردم اینا رو از بین ببره. این هدف دشمن اینه. دستگاه ها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشور هستند، اقتدار ملتند، اینها رو تضعیف کنه. وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانن، همه باید کمک کنن.
الان نظر نظام اینه، شما چرا خودتون جای نظام میشونید؟ من به شما عرض کنم این دوران دوران آزمایشه، باید قول بزنه همه درونها بیرون بریزد. متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که باید بیش از همه پایبند به قانون اساسی و قوانین باشه به کرات این اصول رو زیر پا میذاره. ایشون در صحبت‌هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده عناوین مجرمانه‌ای را به بنده و همکارانم نسبت داده. ایشون ما رو فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما رو به این اتهامات متهم کرده. به استناد متهم کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو آدم متهم کنه، این درست نیست، غلطه. این کار هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانونه، هم خلاف اخلاقه. طبق قانون شهر ما حق داریم به طریق مقتضی از خودمون دفاع بکنیم. ما پایبند به اخلاق و قانون هستیم. به زعم برخی از افراد مردم و قانون اساسی فقط برای به قدرت رسوندن اونها و گشودن راه برای اعمال تمایلات اونها اعتبار دارند. افرادی که پشت دین، مذهب، انقلاب و نظام پنهان شدند و علیه مردم و همین ارزش‌ها عمل می‌کنند. این کار نامناسبی بود. هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. مردم یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی، در امنیت روانی زندگی کنند. در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. انقلاب و جمهوری اسلامی و همه اینها اومدن تا آزادی، عدالت، کرامت و رفاه مردم تأمین بشه. بنده فعلا نصیحت میکنه. این کار کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی در طول این 38 سال هر روز با توطئه دشمن مواجه بوده. در این حال امروز صدها برابر، شاید بشه گفت هزارها برابر، در ابعاد مختلف از اول انقلاب جلوتر رفتیم، پیشرفت پیدا کردیم، توانایی پیدا کردیم، اقتدار پیدا کردیم. درست تحلیل بشود مسائل کشور،
بعضیا کج و معوج تحلیل میکنن. یکی از شیوه های دشمن ناامید کردن جوان های ماست، اینکه ما نمیتونیم، نمیشه در مقابل اینها ایستاد، که همینطور میبینید متاسفانه عده‌ای بلندگوی دشمن شدن که همین چیزها رو در فضای جامعه بپراکنن، که آقا نمیشه در مقابل اینها ایستاد. چرا نمیشه؟ جمهوری اسلامی در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است و در همه موارد بر دشمن پیروز شده. چطور شما میگید نمیشه؟ شما خواهید دید الان به نقطه‌ای رسیده که دیگه در واقع موضوع باید بازه الان کل کشور به خطر افتاده، یعنی اصلا دیگه امیدی به اجرای عدالت نیست. آیه یأس میخونن بعضی ها، چطور شما میگید نمیتونه؟ بعد از این هم همینه، بعد از این هم به توفیق الهی انقلاب اسلامی خواهد توانست به همه اهداف والایی که ترسیم کرده است برسد، به وسیله شما جوانها، به وسیله نسل مؤمنی که امروز در کشور به حمدالله پراکنده است و وجود داره. ما میتوانیم، ما تجربه کردیم که میتوانیم. توانستن رو ما فقط به صرف یک اعتقاد نیست، اعتقاد به غیب فقط نیست، به چشم خودمون مشاهده کردیم که میتوانیم. آیه یأس میخونن بعضی ها، شما ملاحظه کردید این چند توطئه پی در پیی که در این منطقه آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران به وجود آورده بودن، همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد، از بین رفت. یکیش همین مسئله گروه تکفیری غیر انسانی داعش بود که خب به حمدالله با همت جوانان، با همت مردان مؤمن، با همت کسانی که نیروی مقاومت رو قبول داشتن نابود شد، از بین رفت. اهلا بكم مشاهدين الكرام في هزار فرانس. من که ارجویی شما از به شکل خاص از سیاست خارجی ایران در قبال سوریه چی است و خودتون چه راه حلی رو ارائه میدید؟ فکر میکنم مسئله سوریه، یمن، بحرین، عربستان، عراق، ترکیه، ایران، همه رو باید توی مجموعه دید. همه هم باید سیاستشون اصلاح کنن. همه. از جمله ایران؟ همه. عربستان، ترکیه، مصر، عراق، یمن، بحرین، خواجه خلیج فارس، ایران. چه خبره؟ چیه؟ من این سوال جدی میپرسم، در پیشگاه تاریخ دارم میپرسم. از همه کسانی که درگیرن. بعد بگیم آقا برای چی دارید همدیگر میکشید؟ چرا میکشید؟ ما سوال جدی اون اینه که برای چی دارید میجنگیم با هم؟ سنگ تکفیر به آینه مذهب، هیهات دست خولی طرف معجر زینب، هیهات ما نمک خورده عشقیم، به زینب سوگند پاسبانان دمشقیم، به زینب سوگند. به نفع کی میکشید؟ خب یه دلیل بیارید چرا میکشید، یه دلیلی بیارید که عقل سلیم انسانی بپذیره. اصل برنامه این داعش این بود که به ایران ضربه بزنن، حمله کنن، که نتونستن. اگه اون شهدا نبودن امروز این خبر رو مردم نمیشیدن، امروز نمیشیدن که اینا نابود شدن توسط سردار غیورمرد ما سردار سلیمانی. اونجا شهید شدن، ما تک تک ایرانی هم مدیون اونایی. انا بدي اهلي، انا بدي اهلي، اختي كمان، اخوي هلا بشوي استجابوا، شو بدي احكي لاختي؟ هي مثل صارت مثل حسين، مثل ما صار عطشنا مثل عطش حسين، جانا مثل حسين.
عم بصير فينا مثل اهل البيت هلا مثل اهل البيت شو مسلما امنیت داخلی ما تحت شعاع قرار میگیره خب یه دلیل بیارید چرا میکشید یه دلیلی بیارید که عقل سلیم انسانی بپذیره خب بشینیم با صحبت کنیم نکته دوم این که چرا ما در بعد حکومتی تصمیم گرفتیم در مقابل چنین حوادث بی اسم چرا در سوریه وارد شدیم چرا در عراق وارد شدیم کمک کردیم میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود این را با دیپلماسی نمی توان حل کرد من توضیح می دم چون بعضی ها نادانسته سخن پراکنی می کنند اگر ما به حکمت و تشخیص او اعتنا نکردیم او کلامی فرمود ما کلام دیگری خلاف او گفتیم و تبلیغ کردیم این توجه به ولایت فقیه نیست البته دشمنان هر روزی توطئه جدیدی یک هیره جدیدی ترفند جدیدی رو مطرح خواهند کرد امروز میتونیم و حق داریم که بگیم فتنه‌گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت چه کسانی هستند آقایون تا چیز میشه دامم که زده ولایت فقیه زده ولایت فقیه یعنی چرا این حرف رو نزنه چرا نباید بزنه ولایت فقیه رو ما گفتیم ما علم کردیم ما کتاب توش نوشتیم حالا ما شدیم زده ولایت فقیه چهار تا بیت چه چهار تا که اصلا وقتی که ما بودیم و توی کار میکردیم و اصلا همون نطفش هم منعقد نشده بود بعد هم یه پوزیشن ضد فساد بگیرن به خودشون که بله چون ما داریم با فساد برخورد میکنیم اینطوری شد حالا رامی افتاد ضد ولایت فقیه خجالت بکشیم فعلا و در این فرصت فقط میخوام از مردم انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع کنم و به ریشه مشکلات بپردازم بایستی نیروهای مبتکر و مؤمن و آماده به کار ما قبل از آنی که دشمن بخواد ترفندی رو اجرا بکنه و شگر جدیدی رو وارد میدان بکنه اینها آماده باشن هم پاسخ بدن هم پیشگیری کنن از اونچه که دشمن ممکنه که انجام بده بعضی ها یک روزی درست حرکت میکردن اما دلهاشون واژگونه شد حالا چرا واژگونه میشه؟ خدا که به کسی ظلم نمیکنه خودمون هستیم آلوده دنیا میشیم آلوده محبتهای بی جا میشیم آلوده جاه طلبی میشیم آلوده رفیق بازی میشیم خدا آرزو اینه که فدای ایشون ایشون بشه و تظل رجال بعد سلامه یه روزی سالم بودن بعد میشن گمراه آفت ایناست اینا رو بایستی جلوش رو گرفت از اینا باید به خدا پناه برد من به شما عرض کنم این دوران دوران آزمایشه باید قول بزنه همه در اونها بیرون بریزد عزیزان من ثبات در این راه استقامت در این راه یکی از واجبترین و مهمترین عوامل پیشرفته سعی کنید محیط خودتون رو پیرامون خودتون رو عناصر مرتبط با خودتون رو و پیش از همه درون و دل خودتون رو وفادار و با ثبات نگه دارید نسبت به این آرمان ها نسبت به این راه
و نسبت به این اهداف بالا. قطعا پیروز خواهید شد، قطعا پیروزی با شما خواهد بود و من میبینم اون روزی رو که انشاءالله به توفیق الهی همین چیزهایی رو که امروز ما میگیم باید بشود و خواهد شد، شما جوانان عزیز خواهید گفتش که این کارها انجام گرفت، این کارها شد.